سلام بیننده عزیز، به برنامه 2014 خوش آمدید. در مورد جاده سازی روستایی در افغانستان گزارش بود از همکارم رامش آرمان. اکنون ما در کنار آقای مصطفی مستور، معین وزارت مالیه و رئیس عمومی برنامه ملی راهسازی روستایی در افغانستان قرار داریم. تشکر آقای مستور از اینکه فرصت مصاحبه بر ما دادین. شما مزه مدن شما. در اول اگر لطف بکنین بگین که در افغانستان چقدر جاده روستایی نیاز به نوسازی و بازسازی داره. به نام خداوند. خب متاسفانه که قسمت اعظم افغانستان روستاها هست و باز هم با تاسف میتونیم بگوییم که اکثریتی روستاها اکثرا راههای مواصلاتی نداشتن و با گفتن میتونیم که چقدر هست، ولی نیازی که ما فکر میکنیم که حداقل در سالهای چند سال آینده داریم ایست که به 101,000 کیلومتر سرک روستایی ما نیاز داریم. تا فعلا از سال 1383 به این طرف ما تانستیم که حدود 10,600 کیلومتر سرک روستایی را یا بازسازی بکنیم یا از نو بسازیم. آقای مستور، منابع مالی برنامه ملی راهسازی روستایی از کجا تمویل میشه و چقدر هزینه دارین شما برای این؟ خب در کشوری که شدیداً متکی به کمک‌های خارجی است، هر برنامه ضرورت به تمویل از منابع بیرونی دارد. وزارت مالی افغانستان با عواید داخلیش صرف میتونه که 67% بودجه عادی خود تمویل کنه. تمام منابع دیگه از کمک‌های بیرونی میاد، به شمول منابعی که بر سرک‌های روستایی اختصاص داده میشه. تا فعلا 452 میلیون دلار برای برنامه تعهد شده. از جمله 452 میلیون دلار، 420 میلیون دلار از این از طریق برنامه بودجه افغانستان تعهد شده و مقدار متبقی که حدود 30 میلیون دیگه میشه این خارج از بودجه افغانستان تمویل شده. از این جمله تا فعلا ما 286 میلیون از این به مصرف رسانده و توسط همین 286 میلیون قسمی که پیشتر گفتم ما بالاتر از 10,600 کیلومتر سرک یا بازسازی کردیم یا از نو ساختیم و حدود 85 پل از که به طول مجموعی اضافه از 2 کیلومتر میشن ساخته شده و سایر ساختارهای دیگه که در داخل روستاها ضرورت بوده از قبیل دیوارهای استنادی، دریاها، سیلبرها و پل و پلچک های دیگه که بوده توسط از 283 ساخته شده. همکنون پروژه هایی که زیر کار هستن به ارزش 53 میلیون دلار امیال در تحت پروژه های انکشافی دو وزارت زیر کار هستن و قرار است که حدود 81 میلیون دیگه از این پولی که فعلا هم موجود هست در سال 1390 تعهدات صورت بگیره و پروژه های جدیدی که در روستاها ساخته خواهد شد. بله آقای مستور، یک موضوع رو میخواستم اینجا براتون بگویم و میخواستم اگر شما ببینید دا معلومات بتین. قرار گفته شما افغانستان به 101,000 کیلومتر جاده روستایی نیاز داره و هزینه کافی هم برش تعهد شده که 452 میلیون است. در 7 سال گذشته فکر نمیکنین 10,000 کیلومتر بسیار یک رقم کم است که از طرف برنامه ملی راهسازی روستایی ساخته شده؟ میخوام که وضاحت بتم که 101,000 کیلومتر سرک نیاز ابتدایی است که ما تشخیص دادیم سرک‌های روستایی در افغانستان ساخته شود، ولی با 452 میلیونی که ما گفتیم ما شاید حدود 14,000 کیلومتر از این بسازیم، یعنی چیزی حدود 10-12% از این. برنامه دیگری که ما در کنفرانس کابل پیشکش کردیم که یک اندازه برنامه بازنگری شده برنامه سرک‌های روستایی هست، برای 4 سال بعدی ما 610 میلیون دلار دیگه را از اونها تقاضا کردیم که 610 میلیون دلار دیگه ما را به 10,900 کیلومتر سرک دیگه و پل و پلچک دیگه ما را میرسانند. یعنی در مجموع ما تا سال 1394 ما حدود 11,000 کیلومتر سرک دیگه هم خواب داشتیم اگر این پول به ما، پول جدیدی که ما میخواییم به ما داده شد، ولی من فکر میکنم که 10,600 کیلومتر سرک با ظرفیتی که موجود هست در افغانستان
به خاطر از اینکه ساختمانی سرک ها عمدتاً توسط سکتور خصوصی و مردم انجام میشه، من فکر میکنم که در طول 8 سال گذشته، یعنی در هر سال بالاتر از 1500 کیلومتر سرک به شمول پل و پلچک و چیزهای اضافی دیگه که من بر شما گفتم، یعنی ظرفیت بسیار خوبی بوده برای برنامه. ولی که نیازمندی افغانستان بسیار زیاد است و اینکه منابع تمویل برزی به او اندازه وجود نداره، او مواردی است که در پهلوی سایر نیازمندی های ما، این هم یکی از نیازمندی هایی است که نیاز به کمک مالی بیشتر داره. از ظرفیت یاد کردن، ظرفیت در کجا مشکل داره؟ من زمانی که میگم که ظرفیت سرکسازی، ما باید انجینران کافی داشته باشیم، شرکت های ساختمانی کافی باید آماده باشند و وسایل داشته باشند. نیستن هر صورت من قسمی که بر شما گفتم، ما بر تمامی سرک های خود ولو پول هم داشته باشیم، به این اندازه شرکت های ساختمانیه که در قرا و قصبات ما همواره مصروف ساختمان سرک های روستایی باشند، به اون اندازه هنوز نداریم. قرار سال 2014 امو ضرب العجل ختم سپردن مسئولیت های تمام بخش ها به افغان ها باشه، چقدر از کارهای شما وابسته به خارجی ها است و چی فکر میکنین پس از سال 2014 ظرفیت خود افغان ها به او حد خواهد بود که همه بخش ها را کنترل بکنن؟ خوشبختانه در برنامه ملی سرک های روستایی ظرفیت های ما کاملا متکی به همکارای افغانی ما است. در آغاز شاید در سالهای 83-84 تا 85 ما یک اندازه کمک های تکنیکی و مشاورتی را از دوستای بیرونی به خاطر این برنامه داشتیم، ولی فعلا در قسمت طرح و تدوین برنامه کاملا همکارای افغانی ما کار میکنند. تنها در قسمت اداره مالی امی برنامه، اداری پولیه که مسیر پول از وزارت مالیه میان قراردادیا و دونرها تنظیم میکنه، یک مؤسسه ملل متحد است و در پلان جدیدی که ما در کنفرانس کابل پیشکش کردیم، او را هم ما دوباره خواستیم که داده شود به خود وزارتخانه های انکشاف دهات و فواید عامه که فعلا اونها ظرفیت دارند. حداقل در این بخش تکنیکی من فکر نمی کنم که ما به کمک بیشتر دوستای بین المللی ضرورت داشته باشیم، ولی در قسمت تمویل برنامه مطمئنا افغانستان الا سال 1393 یا ختم 93 یا آغاز 94، ما تا وقت فکر میکنیم که تنها قادر به این خود بودیم که بودجه‌ای خود از منابع داخلی خود تکمیل بکنیم، ولی اگر که منابع مالی دیگه وجود نداشته باشه، بنابراین برنامه های دیگه مطمئنن که صدمه میبینن. ولی یک جای خوشبختیه که برای برنامه و بر سایر برنامه هایی که در روستاها زیادتر تطبیق میشه است، این است که علاقمندی دوامدار دونرها نه تنها در افغانستان بلکه در سایر کشورها هم برای برنامه هایی که در داخل روستاها باشن وجود دارد و ما مطمئن هستیم که کمک هایی که تا فعلا در این عرصه شده بعد از سال 93 هم در این بخش ادامه پیدا میکنه و اگر احیانا ادامه پیدا نکنه با 610 میلیون دلار دیگه که شما نیاز دارین برای ساختن بیشتر از 10000 کیلومتر سرک، یعنی افغانستان تا وقت 80000 کیلومتر سرک روستای دیگه هم نیاز خواهد داشت که منابع مالیش تا هنوز تمویل نیست. کاملا هنوز تمویل نیست، بالاتر از همو مقدار کیلومتری که قبلا ذکر شد، ولی من مطمئن هستم که حداقل برمی 610 میلیون دلاری که ما تقاضا کردیم جواب مثبت دریافت خواهد کردیم. بیننده عزیز، پس از وقفه کوتاه در مورد معیارهای انتخاب سرک در برنامه جاده‌سازی روستایی با آقای مستور گفتگو خواهیم داشت. همچنان بیننده برنامه 2014 باشید.